چو وابینی خیر تو در این باشد. در خار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. اجام چطور شده؟ بی پول شده؟ آخه منو بی پولی؟ فکر کن منو بی پولی؟ حرفایی میزنید. از روز اول بهت گفتم فوتبال آخر عاقبت نداره. آخه چطور آخر عاقبت نداره؟ شما الان تو خیابون از هر بچه‌ای بپرسی میخوای چی کاره بشی؟ نمیگه دیگه دکتر مهندس، همه میخوام فوتبالیست بشن. پدرم به من، به پژمان جمشیدی افتخار نمیکنه. زور نداره دکتر. دلت خوش کرده که بهت میگن فوتبالیست. آه. از همه حال باز نشسته. من نگران بچه هامم. بچه های گلم خشن شدن آقای دکتر. این چه فیلمیه داریم میبینیم؟ اره اره شیش. این مرده چیکار داره میکنه؟ داره پاشو اره میکنه. بابا تازه قبطرش نهیدی. یه مرده بود سیبیلی بود تو چشای خود چی در میاره؟ پول ما آماده است، خدای نکرده زلزله اتفاق افتاد شروع میکنیم به کمک رسانی. اسمش هم گذاشتم طرح استقبال از زلزله. به نظرم هم خیلی بکر خوبه. چقدر میدی؟ 20 تومن بنویسی. 20 تومن؟ شوخی کردم. 20 تومن. 2 تومن واسط مینویسم. 2 میلیون زیاده. 2300 تومن بسه. آخه پژمان بعضی چاچبیه بابا. آره. آقا کی گفته وضع من چاچبیه؟ 3 میلیون بنویس. راستی برای صرف کردن این خلافی به مشکل که بر نخوردی. چرا خیلی خیلی. بابا همش امضا دادم و عکس گرفتم و دامادمون پژمان جمشیدی انگارا. همینجا باید حساب کنم. مارتون است. هیئت مدیره تصویب کرده از این ماه شارژ ساختمون بره بالا. آقای جمشیدی کی پرداخت میکنه؟ الان که احتشام جان پول نقد ندارم، کارت دارم، فردا پس فردا حتما پرداخت میکنم. خدمت شما. کارت خونه؟ بله تازه گرفتیمش واسه راحتی عالی ساختمون. راستی پیجمان جون مزاحمت شدم واسه این اجاره، میخواستم یه نمور ببرم بالا اگه اشکالی نداره. خب نبری که خیلی عالی. پیجمان فوتبالیست چقدر شیرینی. حالا چقدر بردی بالا؟ 100 تومن. 2 تومن. 100 2 آروم باش، با آرامش آبو بخور. بی وجدان دکتر، تا 4-5 سال پیش التماسم رو میکرد دارم تو خونهش بشینم، حالا بر من اجاره میبره بالا. بچه سوسول. حالا اینکه ناراحتی نداره پژمان جون، چیزی که زیاده خونه است. خیلی خونه توپی بود، استخ، سونا، جکوزی، لابی شیک، دو تا پارکینگ، چه ویوی. من عمرن دیگه نمیتونم چه خونه‌ای پیدا کنم. خب با صابخونت صحبت میکردی، شاید راضی میشد کمی به تخفیف بده. بله من پژمان جمشید برم به او امیرعلی قرطی بگم ندارم. یه حرفایی میزنی دکتر، آدم به مدرکت شک میکنه. اجازه بده عزیز من، اجازه بده. یعنی تو به خاطر اینکه پژمان جمشیدی هستی حاضری از خونه مورد علاقت بلند شی ولی دو کلمه با صابخونت در مورد قیمت چونه نزنی؟ آره بذار روشنت کنم دکتر. این کفشت نمیدونم 200,000 تومان. 480,000 تومان. گرونه، واقعا گرونه. گرونه؟ دوزیه. اینو تو منیریه میتونی 300-350 بخری. یعنی تو قیمت واقعیشو نمیدونستی؟ آره؟ معلومه که میدونستم. وایسادم انداخ بهم، صدام هم در نیومد. بیا این برای خودت هستم. میدونم چی میخوای. آره قشنگه ولی من الان کفش نمیخوام. حالا بپوشون با من. تو بپوش. آخه الان من... تو بپوشون با من. اصلا تو کارت نباشی. تو بپوش ببین خوشت میاد یا نه. عجب. چرا؟ چرا نداره؟ چون من پژمان جمشیدی ام، وقتی میرم تو مغازه یارو منو میشناسه، هی آقا پژمان آقا پژمان میکنه، گل ملی منو یادشه، من نمیتونم واسه برای 100 تومن با شونه بزنم که. خیلی خوب پاتو بیار پایین. میگم پاتو بیار پایین. پس تو عملا اجازه میدی از سوء استفاده بشه به خاطر اینکه پژمان جمشیدی هستی؟ آره درد دیگه دکتر، ما آدم معروفا بهمون ظلم میشه. ببین پژمان، تو قبل از معروف شدنت هم این مشکل داشتی که نتونی از حق دفاع کنی؟ آره فکر کن 1%. اگه پژمان جمشیدی نبودم که این کفشو میکردم تو حلقش. یادش بخیر چه دورانی بود.
ورود ممنوع میرفتم تو خیابون توف میکردم، ای بابا چونه میزدم، دعوا میکردم. الان دیگه نمیشه، راحت نیستم. یه الگوی جوونا، الگو بودن ربطی به این که یک جنسی رو گرونتر بخری نداره پژمان عزیز. نداره. چطور نداره؟ اگه یه جوون بیاد ببینه من دارم سر 100 تومن با صاحب مغازه چونه میزنم، نمیگه که این نداره، میگه خسیسه. اونم میره خسیس میشه. به نظر من تعریف تو از الگو بودن اساسا صحیح نیست. خیلی هم صحیحه. شما الگو نبودی نمیدونی. مردم هم توقع دارن دیگه. من باید لباس خوب بپوشم، لباس مارکدار بپوشم، ماشین گرون سوار بشم، خونه استخدار بشینم. توقع مردم خیلی بالاست از ما. خیلی خوب، حالا پاتو بیار پایین. میگم پاتو بیار پایین. اینایی که تو میگی ارتباطی به الگو بودن نداره. الگو بودن بیشتر به مسائل اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی مربوطه. متوجهی؟ اینا برای کشتی‌گیراست. من فوتبالیستم. یه جوون منو پشت 206 ببینه داغون میشه آقای دکتر. داغون میشه؟ چرا؟ داغون میشه دیگه. میگه جوونی که سالها برای مملکت زحمت کشیده، گل ملی زده، تو سطح اول فوتبال ایران و آسیا درخشیده، الان پشت 206 میشینه. اونم میبینه آینده‌ش اینه، میره ورزشو ول میکنه، میره معتاد میشه. 206. خیلی خب، حالا ما بعدا در مورد تعریف الگو بودن با هم صحبت میکنیم. الان نکته مهم اینه که اسم پژمان جمشیدی روی زندگی تو سایه انداخته و بیشتر از این که بهت آرامش بده، داره برات گرفتاری درست میکنه. آره، خرج میتراشه برام دکتر، خرج. همه با هم دلاپنا حساب میکنن. به جان آقای دکتر، شما نمیدونی من مایه چند هزار تومن فقط انعام میدم به نگهبان، به پارکینگ، به سوپر، به پمپ بنزینی. کمرشکن این انعام دکتر. خوشحالم که خودت به این نقطه ضعف پی بردی. حالا ما با کمک هم به این مشکل غلبه میکنیم. ایول، تو از امروز دیگه نیازی نیست انعام بدی. انعام ندم. نه خیر، ازت توقع دارن؟ اصلا مهم نیست. تو که برای مردم زندگی نمی کنی. فراموش کن پژمان جمشیدی هستی. اینو نه دکتر، انعام ندادن خیلی بی کلاسیه. مسئله ما اینجا غلبه بر چیزیه که نه نه نه، اصلا ولش کن دکتر، اینو ولش کن. انعام ندادن خیلی زشته، مردم هم گناه دارن. یه کار دیگه بگو. خیلی خوب، امروز برو سراغ صابخونه‌ات و ازش بخوا که تو مبلغ اجاره تخفیفی برات قائل بشه. حرفش هم نزنی ها، من پژمان جمشیدی برم به اون امیرعلی بچه سوسول رو بزنم؟ عزیز من، اصلا یه کار دیگه. عزیز من، آقا پژمان گوش. نه بابا، شما نمیشناسی این امیرعلی رو، میره کل تهرون رو پر میکنه. لطفا یه کار دیگه بگو بکنم. ماشینتو بفروش. جان، مگه نمیگه ماشینت خیلی پرخرجه؟ مجبور نیستی تو این شرایط همچین ماشینی سوار شی. همون 206 رو بگیر، جوونا رو به ساده‌زیستی تشویق میکنی به جای تجمل گرایی دیگه. وای دکتر، دیگه نزن این حرفا. خط قرمز یه فوتبالیست ماشینشه. آخه این حرفی که به من زدی دیگه به هیچ فوتبالیستی نزن دکتر. آخه پژمان ماشین نمیخوام راجع به ماشینم صحبت کنم، بحثو عوض کنی. خب تو هیچ کمکی به خودت نمی کنی پژمان. فهمیدم چی کار کنم. الان اومدم ماشینمو پارک کنم دم این مغازه، صاحب مغازه نذاشت، مجبور شدم برم دو تا کوچه پایین‌تر پارک کنم. خب من چون پژمان جمشیدی بودم ملاحظه‌شو کردم، هیچی بهش نگفتم، ولی الان بهش نشون میدم. خب اجازه بده. بشین. چه خبرته دکتر؟ دمت گرم. من دیگه اجازه نمیدم پژمان جمشیدی بودن جلوی دست و پای منو بگیره. یعنی چی؟ چی کار می‌خوای بکنی؟ تو من متحول شدم عزیز من. خونت خیالت راحت. بیا بشین. آقا کجا داری میری؟ غیر از این تورایی که من خدمتتون عرض کردم، ما یه سری تور ویژه داریم که ترکیبیه و از لحاظ تنوع بسیار جذاب. مثلا یه تور داریم اصفهان شیراز یزد که تمام نقاط دیدنی و تاریخی این شهرها رو تور ما پوشش میده. وای چه عالی، چه خوب. البته من مطمئنم که شما تا حالا تشریف بردین این شهرها رو دیدین، ولی این سه تا شهر تو یک مجموعه یک سفر به یاد موندنی رو برای شما میسازه. احمد چه عالی، من اصلا فکرش نمیکردم یه همچین پکیجی داشته باشید. ولی ما هیچ کدوم از این جاهایی که شما گفتین تا حالا سفر نرفتیم. شما تا حالا اصفهان شیرازی هست تشریف نبردین؟ نه.
آخه شما فرمودین که زیاد مسافرت تشریف میبرید. بله قبلا زیاد میرفتیم ولی معمولا سفر خارج میرفتیم. نیست دیگه، در موردش قبلا صحبت کرده بود. میدونید که واقعا الان با این شرایط فعلی دلار اینقدر که وحشتناک شده نمیشه سفر خارج رفت. بله از موقعی که دلار گرون شده شرایط برای ما هم سخت شده، ولی یه حسن بزرگم داره، مردم کمتر میرن مسافرت خارج، مجبورن داخلی سفر کنن، برای همین با فرهنگ و هنر و تاریخ و جغرافیای کشورمون بیشتر آشنا میشن. خب پس زحمت بکشید همین تور شیراز و اصفهان و اون یکی شهره چی؟ یزد. یزد رو برای ما بگیرید. خیلی چشم حتما. ببخشید این یزد دریا داره دیگه؟ نه نه یزد دقیقاً قسمت مرکزی کشورمون واقع شده. شیراز اصفهان چی؟ نه نه شما مثل اینکه نه تنها اصلا مسافرت داخلی تشریف نبردید، یه خود جغرافیتون هم ضعیفه. معنای نقشه ایران میدم خدمت. یه حداقل بریم ترکیه، ترکیه خوبه دریا داره. آخه ترکیه با این وضعیت پول میشه رفت؟ بریم دبی، دبی دیگه دلار نیست. دلار نیست؟ دبی دلار نیست؟ ببخشید لطف میکنید همون توری که گفتید و برای ما بگید. بله چشم، من این نقشه ایرانم پیدا نکردم، میگم اونجا بدن خدمتتون. خیلی زحمت کشید. بعد یزد احیانا دلار که نمیخواد ها؟ نه خیر. تشریف ببرید اون قسمت، من به بچه‌ها میگم کاراتون انجام بده. خیلی متشکرم. ممنون. بفرمایید. یه نقشه هم بدن. خیلی ممنون. قربان شما، واقعا راهنماییتون سازنده بود. خیلی زحمت، خوش اومدید. ای وای ای وای ای ارزه یه بری. آقا شما هم جلوتا نگاه کن دیگه، چیزی نشه چیزی نشه. مرسی چه بی اعصاب. ها میخوای بیای تو اتاق یه در بزنی بد نیست. بکوی برام از خودش خجالت میکشه. چرا اسم خودشونو گذاشتن ایرانی؟ میدونی از من چی میپرسه؟ چی میپرسه؟ میگه یزد لب آبه. عجیبه، معلومه یزد لب آبه. یزد لب آبه، عجیبه واقعا. میگم خوبه آدم شوهر شغلافیش خوب باشه، هر جایی که نمیشناسیمون بده اطلاعات میده، مگه نه؟ بله بفهم. سلام. سلام علیکم. سلام. دست شما درد نکنه. سلام. یکی دیگه هم زحمت میاری؟ دست شما درد نکنه. همین هست دیگه بهرام جان. یکی دیگه اکبر آقا بی زحمت بیاره. چشم. چشمتون میبنده. خونه چی شد؟ گرفتی؟ با وحید رفتیم یه دو سه جا رو دیدیم. قیمتای پرت و پلا میگن. حالا امروز هم قرار بریم یه چند جا رو ببینیم. تو چیزی نداری مناسب پژمان جمشیدی باشه؟ چه چیزی؟ خونه دیگه. من چرا باید خونه داشته باشم؟ آژانس داری دیگه. آژانس مسافرتی دارم، آژانس املاک که ندارم که. حالا چه ضرری داره گفتم بپرسم دیگه. تازه به توصیه میکنم بزنی تو کار آژانس املاک، عجیب پول توشه ها. پش با من کار خودم خیلی هم دوست دارم. از بس ابلهی. ای خوش چی آژانس مسافرتی رو دوست داره؟ آدم خود خودش بره مسافرت، نه اینکه مردمو بفرستی مسافرت خودت بشین باشه میز. من اینجوری خیلی هم راحت. من برای خودت میگم کار باید تحرک داشته باشه، همینجوری باشه میز نشستی و آخرش هم این ریختی میشه دیگه. چه ریختی؟ همین ریختی دیگه. تا حالا تو آینه به خودت نگاه کردی؟ آدم حالش به هم میخوره برام. اه اه اه. بفرمایید سر کارتون. چیو دارید نگاه میکنید؟ بفرمایید. بفرمایید. خیلی هم متناسبم آقا جون. چرا بر میخوره؟ من برای خودت میگم. انقدر بشین پشت میز، شبیه ملخی بشی، شبیه خرچنگ. حالا شانس آوردین پریسا خواهر من بالا سر بچه هست نمیذاره شبیه تو بشن. زشت اینجا محل کاره. بله. بفرمایید. مدرسه ایه؟ آن بله خودم هستم، پدرشونم. بفرمایید. مگه ساعت چنده؟ ای ای ای. مادرشون قرار بود بیاد دنبالشون، توی ترافیک مونه حتما. من الان زنگ میزنم پیگیری میکنم. خیلی ممنون، ببخشید. قربان شما، خداحافظ. چی شده؟ بفرما. خواهر شما که میگی هوای بچه ها رو داره، اصلا یادش رفته بره دنبال بچه ها. در مورد خواهر من درست صحبت کنا، امکان نداره پریسا بچه هاش یادش بره. اگرم نرفته حتما یه اتفاقی افتاده، فهمیدی؟ آره حتما. بفرمایی. الو شما؟ شما؟ آها بهرام تویی. پریسا کجایی؟ بیرونم تو خیابون. چطور مگه؟ داری میری دنبال بچه ها؟ ای وای
مگه تعطیل شدن؟ بابا نیم ساعت اینا تعطیل شده مدرسه شون. آخ 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 الهی مادرشون براشون بمیره. اصلا حواسم نبود. خب حالا بجون دیگه برو دنبالشون، الان وسط حیات همینجوری علاف موندن بچه‌ها. خب عزیزم من که الان نمیتونم، شما برو دنبالشون. من چه جوری برم؟ من که سر کارم توی آژانسم. تو مگه نمیتونی بری؟ کجایی؟ جلوی وزارت کار نشستی. دم وزارت کار چیکار می‌کنی؟ وایسا ببینم چیه؟ میبینی که نشستی میجلا بود، یه دلیلی داره، بفرمایید. ببخشید خانم. وایسا دقیق. بله. چه تشریف ببرید یه ذره اونورتر بشینید. نه خیر نمیشه. اینجا سر راه خدای نکرده ماشین بهتون میزنه. بزنه. ماشین بزنه. مگه خونه ما از خونه اون بچهای بیچاره مردم که سر چهار کار میکنن رنگی‌تره نیست دیگه؟ الو، الو پریسا، چه خبره اونجا؟ خانم من نمیدونم شما از چی حرف میزنید. ولی شما نباید اینجا بشینید. برای مردم ایجاد مزاحمت میشه. آهان، ما نشستیم اینجا واسه مردم ایجاد مزاحمت میشه، بعد اون بچهای بیچاره کار که با دستای کوچولو پینه بستهشو میرن کار میکنن، واسه هیچ کس ایجاد مزاحمت نمیکنه. نه پریسا چیکار داری میکنی؟ آقای محترم ما تا جوابی از مسئولی نگیریم اینجا تکون نمیخوریم. بفرمایید. آفرین پریسا جون، خوب جوابشون بده. بله فکر کنم الکی ما اینجا نشستیم تو سرما، فکر کنم بچه بازیه، جدی حرکتمون. ای بابا پریسا خوبی؟ اه الو شما؟ بهرامم پریسا. الو با ببخشید نفهمیدم بهرام هنوز پشت خطی. پریسا چرا داری گریه میکنی؟ همین بچهای کارو دارم قصهشونو میخورم دیگه، همین بچهای که هیچ کسی به فکرشون نیست. ببینم حالا نمیشه اول بری به بچهای خودت برسی، دنبال بچهای خودت بعدن به فکر بچهای کار باشی؟ بله داری به من تیکه میندازی؟ نه بابا تیکه چیه، فقط میخواستم ازت خواهش کنم اگه لطف کنی. بازم ببینم تو هم مثل بقیه چشم دو بسی روی این واقعیت اجتماع، تو هم نمیخوای فکر کنی که ممکنه این بچه ها بچه خودت باشن، چه فرقی داره؟ نه پریسا من منظوری نداشتم، میخواستم ازت خواهش کنم اگر امکان داره الان. واقعا بهرام، واقعا بعد از این همه سال زندگی احساس کردم یه لحظه نمیشناسمت، واقعا خیلی بیرحم و سنگدلی. خیلی خب پریسا باشه گریه نکن، ببین تو برو به بچه های کار برس، من خودم میرم دنبال بچه ها. آخه باشه حتما، چقدر خوب. خیلی خب پس سر رو براشون یه ساندویچ چیزی هم بگیر. چش. بعدم حسابی بنشونشون سر درسشون ها، بزن تو سرشون درسشون رو درست انجام بدن. باشه چش. کاری نداری؟ خداحافظ. هیچ کس جوابگوی ما نیست، هیچ کس نمیخواد یک عکس العملی برای این بچه های کار نشون بده، یه حرکتی بکنه. چی شده؟ هیچی، خواهرتون به جای اینکه برن دنبال بچه های خودشون رفتن جلوی وزارت کار تحسن کردن، من باید برم الان دنبال بچه ها. دمشکم، به فکر همه هست، تو یه ذره یاد بگیر همش به فکر میز کوفتی. اصلا نمیدونم چجوری خواهر منو دادم به تو. حالا که دادن الانم اگه اشکالی نداره اجازه میفرمایید من برم دنبال بچه ها؟ برو اشکالی نداره. خب تو مگه میخوای بشینی اینجا؟ آره دیگه. مگه نگفتی میخوام برم دنبال خونه بگردم؟ وعید داره میاد اینجا. به چیزی دست نمیزنی بجمانا، خداحافظ. دست نمیزنم خداحافظ. پشمان به اون لپتاپ منم اصلا دست نمیزنی یا اون دفعه فایلای منو پاک کردی؟ خداحافظ. برام برو دیگه، دست نمیزنم خود. آقا ببخش معذرت میخوام آقا، ببخش. چایی نمیخواد آقا، چه چایی بودنه؟ ببخشین آقا. دو میلیون تومن واسه یه دونه آینه بغل با تعویض روغن چه خبره؟ با این پول تا چند سال پیش میشد یه ماشین خرید. این مسخره شده وید، قبول کن. به این میگی مسخره؟ حالا گیریم آینه بغل جز به اجناس نباشه، مردم اجناس ضروریشون رو چیکار میکنن؟ دیروز رفتم یه اسپری برونزه کننده خریدم، بگو چند؟ چند؟ 180. نه بابا آفتاب رفت. ایوه من موندم این آدمایی که حقوق کارگری و کارمندی میگیرن چجوری زندگی میکنن؟ چجوری جلسه 50,000 تومان میدن میرن سولاریوم، جلسه 100,000 تومان میدن موهاشونو ویتامینه میکنن؟ همین گرم کنی که تن منه، مگه چیه 700,000 تومان؟ چی بگم؟ لابد مردم این کارو نمیکنن دیگه. چرا چرت میگی وحید؟ مگه خورد و خوراکی که یه وعده کمتر بخوری؟ یه چیزایی که واقعا ضروریه. حالا خدا رو شکر ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، پولمون فرق نکرد. این خارجی‌ها که تو خارج زندگی میکنن رو بگو، دلار همینجوری داره میره بالا، اونا چی کار میکنن؟ ای واقعا دنیا داره کجا میره؟ سمت راست.
بعد چهار بعد بری سمت راست. بونگایه فکر کنم همین دوره برام باشه. حالا مورد مناسبی داره؟ پای تلفن کی گفت چند تا مورد داره؟ حالا باید بریم ببینیم. فقط قرارمون یاد نره. آب بابا. چی بود؟ قول نکنم. آفرین. باید حواست به بودجت باشه. واقعا مسخره است. بودجه پژمان جمشیدی برای جایی که مناسب پژمان جمشیدی باشه کافی نیست. واسه اینکه این پژمان جمشیدی یادش رفته شرایطش با اون پژمان جمشیدی فرق کرده. کدوم پژمان جمشیدی؟ مگه پژمان جمشیدی دیگه ای هم داریم غیر من؟ چرا چرت و پرت میگی؟ خودت میگم. یعنی شرایط تو نسبت به گذشته فرق کرده. باید حواست به دخل و خرجت باشه. زیادی خرج نکنی. باشه با تو هم دیگه نمیخواد هی این شرایط رو تو سر من بزنی. دیدی؟ چیو؟ 206 رو؟ نه که تو؟ وحید اینکش اینه اینکه من بود. نه بیخیال. باور کن حتما تقلبی بوده. وحید یعنی من فرق اصل و تقلبی رو نمیدونم؟ من سال 81 تو دبی داشتم توپ و سان میکردم فهمیدم کمربند ناظر بازی قلابیه. ببخشی منظوری نداشت. وحید وحید یه زنگ به این بونگاییه بزن بگو یه نیم ساعت دیر میرسی. یه زنگ بزن. باشه برو. الو آقای جمشیدی. جانم عزیزم یه لحظه تشریف بیارید. آقا این خدمت شما. این جزء جدیدترین مدلامونه. شیشه هاش یووی 400 اصله. فریمش استیل ضد زنگه. فلکسیبیلیتی بالایی داره. آقا فروشش چطوره؟ خیلی خوبه. خیلی خوبه. به درد من نمیخوره. من یه چیزی میخوام هم برند باشه، هم جدید باشه، هم زیاد نفروخته باشه. خیلی خوب ببینم چیزی پیدا میکنم میام خدمت. وحید این چطوره؟ این که زنونه است. وحید میدونی چیه؟ من خیلی به حرفات فکر کردم. فهمیدم حق با توه. من که حرفی نزدم. بابا همونی که تو ماشین گفتی دیگه، گفتی باید دقت کنی دیگه مثل قبل پول خرج نکنی. آها. ببین باید با واقعیت کنار بیای. واقعیت هم الان اینه که تو تیم نداری. وقتی تیم نداری یعنی درآمد نداری. پس باید خرجه اضافی و غیر ضروری رو فعلا بذاری کنار تا یه دونه تیم خوب واسه پیدا کنی. آقا جمشیدی تشریف بیاری اینا رو امتحان کنی. دیگه خیالت راحت گرفتم. وحید این چطوره؟ ببینم بچرخ بچرخ سرت بیار پایین. نیست سرت کوچیکه، به سرت بزرگی. آقا یکی دیگه لطفا. به چشتون نمیزنی؟ آقا من باید یه زنم به فکر آیندم باشم. بعد جلوی خرجه اضافی رو بگیرم. این چطوره؟ آفری. ببین جلوی خرجه اضافی رو که بگیری یواش یواش عادت میکنی. به چرخ ببینم. به چرخ. سرتی بیار پایین؟ نه. نیست سرت کوچیکه. یه خود به سرت بزرگه. یه زندگیه دیگه. بالا پایین داره. این چطور؟ سر خونه هم باید خود کوتاه بیایی. بذار با بودجت بگیریم. ببینم سرتی بیار پایین؟ به سرت بزرگه. نیست که سرت بسته دیگه. سرم کوچیکه که کوچیکه. ولی خیالت راحت. عمرن دیگه پژمان جمشیدی پولشو دور بریزه. عمرن. فکر کنم این دوتا دیگه خوب باشه. کوچیکه به سرتون هم میخوره. کوچیک خوبه دیگه. همین دوتا رو برمیدارم. مبارک. اون اولیه رو هم برمیدارم. میگم سرم خیلی هم کوچیک نیست الان نسبت به تنت. اصلا تا به مجید جون گفتم خونه واسه پژمان جمشیدی میخوام شما رو معرفی کردم. گفت تنها کسی که میتونه واسه آقای جمشیدی خونه پیدا کنه شمایید. مجید جون لطف کنم من فقط وظیفه‌مو انجام میدم. این حداقل کاری که میتونم در برابر این همه زحمتی آقای جمشیدی برام کشیدن بکنم. نفهمید خدمت به مردم برای من افتخاره. پس شناختین آقای جمشیدی رو؟ اختیار دارید. کیه که ایشونو نشناسه؟ من اصلا طرفدارای پروپا قرص ایشونم. از همون اولی که از در آژانس اومد تو من دست و پامو گم کردم. خب طبیعیه عزیزم. بعد یه ذره نفس عمیق بکشی و فکر کنی منم یکی از این مشتریای عادیتونم. حالا یکم مشهورتر و معروف‌تر. اتفاقا بهتر از شما نباشه. ما مشتری مشهور زیاد داریم. میام برای مشاوره. مثلا برای آقای گلدار خود ما خونه پیدا کردیم. برای آقای دایی هم همینطور. رضا که خیلی راضی بود. آقای عبدی حتی برای سلحشور. به به. پس چای درستی اومدی.
حالا کیس مناسب واسه آقا جمشیدی چی داری؟ خیالتون راحت باشه. ما نمیذاریم کسی دست خالی از این آژانس بره بیرون. آقای جمشیدی هم که دیگه تاج سر ما هستن. خواهش میکنم. من خاک پای شما مردم هستم. لطف دارید شما. حالا چی مد نظرتونه؟ خونه دیگه. نه، منظورم اینه که چه مشخصاتی داشته باشه، آپارتمان، پنت‌هاوس، ویلایی، چه متراژی، کجا؟ دیگه مناسب پژمان جمشیدی باشه دیگه. برای خرید دیگه. نه، برای اجاره میخوام. چون نمیخرید، الان وقتش ها، دوستما دیگه حسابی میکشه بالا. شما هم که مشکل مالی ندارید که. نه بابا، مشکل مالیمون کجا بود؟ نه، مشکل مالی که ندارن، فقط آقای جمشیدی یه عادتی دارن، یه خونه رو اول باید اجاره کنن، بعد اگه خوششون اومد همونو میخرن. خیلی خب، هر جور راحتید. یه ویلایی دارم براتون تو الهیه، 1000 متر زمین، 800 متر بنا، سوپر لوکسه، استخر، سونا، جکوزی، همه چیش فوق‌العاده است، قیمتش هم مناسبه. ای بابا، من همینو میخوام. قیمتش مناسبه یعنی چند؟ 800 میلیون. نه نه نه، ما برای اجاره میخوام، نه برای خرید. 800 تومن رهن کامل. 800 میلیون تومن؟ البته باهاش صحبت میکنم، یه 4-5 تومن تخفیف میگیرم براتون، راضیش میکنم. نه دیگه، ما که 800 تومن رو میدیم 4-5 تومن هم میدیم دیگه، زحمت میشه. حالا کیس دیگه چی داری؟ اینو دوست نداریم؟ من اصلا کلا الهیه رو دوست ندارم و جون میدونه. آره ترافیکه. اشکالی نداره. یه دونه ویلایی دارم تو شهرک، 800 متر زمینه، 600 متر بنا، فول امکانات. گفته 300 تومن، ماهی 5 تومن. میشه دیدش؟ آره حتما. آقا پاشو بریم. آخه تو یه نفر آدم خونه ویلایی به چه دردت میخوره؟ وحید جان میگه فول امکانات، پاشو بریم. پشما خونه غیر ویلایی چی داری؟ یه پنت‌هاوس 600 متری دارم فوق‌العاده، استخر مستقل، آسانسور مستقل، از 4 جهت ویو داری، کل تهران هم زیر پاتونه. من آقا همینو میخوام. چند هست؟ ماهی 30 تومن، یه سالش هم باید پیش بدید. ببین این همه چیزش خوبه ها، ولی نیست پژمان جون، یه نمور با ارتفاع مشکل داره، پنت‌هاوس به دردش نمیخوره. آقا من با ارتفاع نه اینکه بترسم ها، نه من اصلا دوست ندارم از بالا مردمو نگاه کنم، خیلی بده. حالا اگه میخواید بریم مورده رو ببینیم. نه دیگه الان که وقت نداریم، فقط شما یه چند تا مورد خوب پیدا کنین بعد به ما زنگ بزنین. 2300 متر بود کفایت میکنه. 2300 متر کوچیک نیست؟ نه بابا کافیه. باج عزت سلامت. خیلی ممنون. خدا حافظ. چی بود یارو؟ نشناختمش. نمیدونم، منم نشناختمش. گفت اسمش پژمان جمشیدیه، نفهمیدم چی کار است. لابد از همین هنبشه و نبشه ها بود. بابا وای دیوونه ای ها، چرا نزاشو بریم ببینیم خونه ها رو؟ چی رو بریم ببینیم؟ من نشیدی قیمت رو. آفتاب رفت. ای بخ 600 متر خونه توش زمین هنگالی درست میکردم. اصلا آدم توی خونه پیر نمیشه وای. صبح به صبح پا میشه از پنجره چهار طرف تهرون رو میبینی، شبا هم میری رو تراس و باربکوی باربکلی بیا رو هرچی کباب درست میکردم میزدم بر بدن. همه بچه ها رو دعوت میکردم بیا ببینم فکششون بخور زمین. علی کریمی رو دعوت میکردم دیوونه میشد ببینم خونم بسروه دره. نه اونو دعوت نمیکردم. اینا با فوتبالیست اینا زمان ما بازی میکردن دست دو هم نمیتونستن بازی. یه درخت بذاری نمیتونن دریپ بزنن اینا. پژمان بابا مگه نریدی میگفت ماهی 30 میلیون تو همه زندگی تو بفروشی حسابت هم خالی کنی فوقش دو ماه بتونی اونجا اجاره کنی؟ راست میگی بایی؟ دو ماه میتونم اونجا اجاره کنم؟ بابا بریم دیگه پر بیخیال دو ماه میریم عشق میکنیم. ساختش که عالیه، اما غیر ساخت پست این مجتمع به ساکنی نشه. بگین چرا؟ چرا؟ 5 تا دکتر تو این ساختمون ساکنه، 3 تا مهندس، 2 تا نماینده، 4 تا وکیل، 2 تا تهیه‌کننده سینما. سرایدارش فوق لیسانس داره، کتابم چاپ کرده. سرایداره کتاب چاپ کرده؟ آره. شما خوندی؟ من نخوندم. عجب. اینجا هم چشندازش حرف نداره. شبا که اینجا وایسی کل تهرون زیر پات. واقعا آدم دوست داره ساعت‌ها فقط بشینه و تماشا کنه. آقا عجب اتاق خوابایی داره بایی، میشه توش عروسی بگیری. اینجا نوساز هم هست دیگه. بله
آرشیتکتش هم ایتالیایی بوده. از بهترین مصالح هم استفاده شده. فقط کلید پریزای هر واحد حدود 20 میلیون قیمت داره. همه چیش هم ریموت کنترله. چراغا، پرده ها. حتی در واحد هم با ریموت کنترل باز و بسته میشه. در واحد. دستشویی داره. میشه میز بیلیارد بذاری توش. خب حالا قیمتش چند هست؟ مفت. 150 تومن. ماهی 8 میلیون. مفت و خوب اومدی ها. بابا خداییش واسه یه همچین جایی مفته. آشپزخونه رو میتونی گل کوچیک بازی کنی. فکر کنم آقای جمشیدی پسندیدن ها. تراس. بله. تراس. عجب تراسی داره وای. جون میده این بالا با هوادارا. آقا همین رو تموم کن. تماشا. همین رو تموم کن. آقا عجله نکن. یه چند تا مورد دیگه هم هست. ما اونا رو می‌بینیم بعد به شما خبر میدیم. باش. هر جور دوست داری. کدوم مورد؟ بابا همون استخر داره، استخر بزرگ داشت. استخر من دوست دارم. آره. باش. به شما زنگ می‌زنم. باش باش. پس من منتظر تماستون. شما تشریف نمی‌برین؟ نه من یه سری کار دارم، بعد واحدهای دیگه هم سر می‌زنم. خیلی من باهات حال کردم. اینو برام نگه دار. دوست داریم. آقا جمع شده بدون. قربونت برم. منتظر تماستم. موزیکش خیلی باحاله. دوست داری؟ خیلی باحاله. وحید این خونه که گفتی استخر کدوم بود؟ چرا من یادم نیست؟ مرد سمی خودتو بزنی به خریت؟ اجاره این آپارتمان از آپارتمان خودت بیشتر بود. خب معلومه از آپارتمان هم خیلی بهتره. ویو رو دیدی؟ یه خود فکر کن موضوعش چی باشه؟ تو چرا داری آپارتمانت رو عوض میکنی؟ اجارش بالاست؟ آها در نتیجه؟ باز گرفتم. آها آفر ولی میارزید ها پژمان دیگه وقتمونو واسه آپارتمان های اینجوری تلف نمی کنیم. این آپارتمان جنگولی به دردتو نمیخوره. باید یه دونه آپارتمان کوچولوی جمجور واسه پیدا کنیم. تموم. گرفتم جمع جور. طبقه همکف. وقت بخیر. خوش آمدید. چقدر مقدمه. پس الان میریم باید خونه استخریان رو میبینیم دیگه. آه چش بودی خونه؟ این خونه استخر نداره. خونه پشمان چم چیز استخر نداشته باشه. تو اصلا شنا بلدی؟ راه که میرم مصوم شم. کجا مصوم میشی؟ تو که تیم نداری؟ آسانسور نداره؟ نه نداره. او اشکال نداره. تو که ورزشکاری؟ اینجا متر چند هست؟ متر 8 تومن الان در حال حاضر. خوبه؟ بابا وحید این پارکینگش ریموت هم نداره. اینی که هست ریموت نداره. پژما پژما چرا وایستدی؟ برو پایین. نمیتونم وحید، نمیتونم. یعنی چی نمیتونم؟ وحید نمیتونم، من تا حالا پایین تر از منک نرفتم. من اون منطقه رو نمیشناسم، نمیدونم مردمش چه شکلی هن. آقا پشما، این قپی ها رو واسه کسی دیگه بیا. من که میدونم بچه دور رو قپونه. بله بودم، 15-20 ساله که بالا میشینم. الان نمیتونم برگردم پایین. اون پایین شلوغه، هوا شالوده است. من بچه بالام، جایی که کوها به هم نزدیکن. میفهمی وحید؟
چر و ور نگو را بیفت. واسه من شاعرانه حرف میزنی. پولشو نداری داداش، باید یه نمه از کوهات فاصله بگیری. دارم، 40 خورده‌ای تو بانک دارم، 4.5 از انصاری ها میخوام. اینا رو همه رو بذارم رو هم، میتونم یه خونه خوب بگیرم. آقا پژمان، این دفعه سومه که امروز دارم این مسئله رو واسه توضیح میدم. تو درآمد نداری، پولی که تو بانک داری خرج 6 ماهته. اونم اگه 6 ماه دیگه بتونی واسه تیم پیدا کنی. والا کل سرمایته. مگر اینکه ماشینتو بفروشی. زبونتو گاز بگی. پژمان جمشیدی فقط وقتی ماشینشو میفروشه که بخواد یه دونه بهترشو بخره. این بار آخره بهت میگم ها. آفرین. پس ما بیا بریم. چیکار میکنی؟ دارم با کوها وداع میکنم. خدا حافظ ارتفاعات تهران. راستی پشمان یه داروخانه واسه ماسک بگیریم، یه وقت آلودگی این زهر مار ببر صدا تو. ببخشید بی موقع مزاحم شدیم. خیلی خوشحال هستم در خدمت آقای جمشیدی هستیم. بفرمایید. 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 این آشپزخونه شد. اینا پسر بزرگمه. چه آشپزخونه دلبازیه. بفرمایید. بفرمایید. اینجا توالتشه. بفرمایید. خیلی ممنون. خیلی بفرم. بفرم. لازم نیست. بفرمایید. بفرمایید اینجا. بفرمایید. اینجا انباریه. بزرگه. بریز توش. بفرمایید. اینجا اتاق خوابشه. اگه اجازه بدید ایرادی نداره ما خودمونیم. بایی جان یه لحظه بیا. و اینجا کجاست ما رو برداشتی آوردی؟ چشه؟ دسترسی رو نهیدی؟ دسترسی چی؟ اینجا خیلی مزخرفه. بری دیگه. خوبه؟ پسند دیدی؟ بله. سلام سلام. کی اینجاست بابا؟ میشناسی؟ دستشویی دارم. بچه هست دیگه، دستشویی داره. فوتبالیست معروف ها. بیا. یه ببین فوتبالیست معروفه. بیرم شناختی؟ نه. یکم فکر کن فوتبالیست معروفه. آها شناختم، خسرو یدری. آخه من چیم شبیه خسرو یدریه؟ خیلی خوب، حالا بچه هستی. بابا خسرو یدری تا کمره منه. نه اشکال نداره، بذار من کمکت کنم. ببین عمو جون پژمانه؟ پژمان نوری. نه یکی دیگه بگو. پژمان منتظری؟ یکی دیگه؟ پژمان بازقی. پژمان بازقی که؟ اون که بازیگره. نه بابا بذار من بگم اصلا. آقای پژمان جمشیدی با گل ملی یه دونه. نشناختم، کجا بازی میکنه؟ بازی کنی ما پرسپولیس بودن. خیلی خوب، ما دیگه بریم. نه نه بفرمایید، به جون شما نمیشه، تا یه چایی نخوری نمیذارم. بفهم. یه چایی میخوام. جوانای نسل امروز هم دیگه فوتبالیستای نسل ما رو یادشون نمیاد. البته نسل شما که به آقای روشن و آقای پروین میرسه. اون موقعی که ما جوان بودیم آقای جمشیدی تو تیم ملی بازی میکردن. الان نگاه نکن که بازنشسته شده. کی گفته من بازنشسته شدم؟ مگه شما هنوز بازی میکنید؟ چرا که نه؟ با این سن و سالتون؟ با کدوم سن و سال؟ اون وقت الان تو چه تیمی بازی میکنید؟ بی حرف و پیش امسال میخواییم آقا جمشیدی رو راهی کنیم هند. قهرمان باشگاه هند منو. باشه همینه که اومدن این دور رو بردون بالا خونه دیگه. فقط یه جایی میخوان اسباب و اساسیهشون رو بریزن توش، بعد دیگه میرن هند. بله هند برام یه خونه خیلی توپ گرفت. راستی هند هم مگه فوتبال داره؟ ای آقا این چه حرفیه؟ ببین کی بهت گفتم کجا گفتم. این خط این نشون. هند تو چند سال آینده یکی از قطبای آسیاست. بدون شک. دکور هم دارن جذب میکنن. دکور؟ دکو. تو بارسلونی دکو رو نمیشناسی؟ نه. فیگور هم دارن میگیرن. فیگور؟ فیگو مرد سال فوتبال اروپا بوده. پس بگو فوتبال هند انقدر پیشرفت کرده. بله عرض کردم. تازه من شنیدم گتوزور هم دارن میارن. گتوزور؟ بایی جان با میشه بریم؟ چون من لحظه احتمال رو با کله بزنم تو صورت بچه صحیح نیست. باش. بچه بی ادب بی تربیت. آقا اینجا اصلا به درد من نمیخوره. خیلی مورد مناسبی آقای جمشیدی. دسترسی رو ببین. آره دسترسی
آقا من برای امروز خسته شدم. یه دقیقه واسه مورد دیگه ای نداریم؟ بله دو سه مورد دیگه هم دارم همین دور و بره. آقا میگم من برای امروز خسته شدم. آقا تا اینجاییم بریم ببینیم دیگه. برو آقا بیا بریم. از صبح تا الان 7-8 تا مورد دیدیم خسته شدم. ببخشیدا ولی فوتبالیستم فوتبالیستای قدیم. من یه روز با آقای کرمانی مقدم 18 تا خونه دیدیم. آخ نگفت. تازه میگفت بازم بریم ببینیم. یه همچین بدنی داشت. نه بابا. حالا این مفنگی ها چیه؟ آره خوبه اومده. ولی خونه خوبیه. حالا شاید واسه خودم گرفتمش. دسترسیش که حرف نداره. آقا جون اصلا همچین دسترسی این دوروبر گیرتون نمیاد. دسترسیش یکه. میه. آقا چاکری دست در نکنه. من در خدمتتم. خیلی دسترسیش. خیلی دسترسیش عالیه. خیلی. باش که داری میری بالا میگم پولت نمیرسه. تو کارت نباشه. یه فکر توپ زده به سرم. انداختم تو کوچه درست میشه. بابا ما اتاقمون رو آتیش زدیم. پس فردا میبرمشون کمپ زنان معتاد. بچه‌های منو میبری کمپ زنان معتاد؟ دست چپتون کدومه؟ دست راستتون کدومه؟ ای وای ببخشید وید من همه شب و راستم قاطی میکنم. راست میگن چه اولادی حلال زاده به دایش میگن. توقع داری پژمان جمشیدی بره سوسیس بندری بپیچه بده دست مردم؟ واقعا چیکار کنم برای پولامو؟ ای بدبخت شدم.